نیروهای ویژه زبده‌ترین، آموزش دیده‌ترین و مهیب‌ترین واحد نظامی کشور است که اعضای آنها از میان هزاران سرباز ارتش یا پلیس گلچین می‌شوند. وظیفه نیروهای ویژه انجام مأموریت‌های خطرناک و بسیار حساس مثل نجات گروگان‌ها و مقابله با عملیات‌های تروریستی می‌باشد. سربازان نیروهای ویژه از تمرینات و آموزش‌های دشوار و طاقت فرسا نمرات قبولی دریافت می‌کنند. این سربازان علاوه بر اینکه قدرت بدنی و مهارت تیراندازی بالایی دارند، باید از توانایی‌های خاص و پیچیده چون پرش با چتر، شنا، غواصی، نبرد تن به تن، خونسا کردن بمب و زنده ماندن در شرایط بسیار سخت نیز برخوردار باشند. با ما همراه باشید تا 10 تا از مرگبارترین نیروهای ویژه جهان را به شما معرفی کنیم. ولی قبل از آن لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و علامت زنگ را بزنید تا از سایر ویدیوهای ما مطلع بشید. شماره 10، جی دبلیو گرام از لهستان. قدمت نیروهای ویژه در لهستان به جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. در جریان اشغال این کشور توسط آلمان نازی، نیروهای لهستانی واحدی را برای انجام عملیات‌های ویژه تشکیل دادند که سالها بعد و در سال 1990 این واحد جی دبلیو گرام نام گرفت و به سرعت سازمان یافته شد و امروزه یکی از بزرگترین نیروهای ویژه دنیا به حساب می آید. استعداد انسانی این یگان در حدود 500 نفر است و عملیات‌های ویژه مثل رهایی گروگان، عملیات در عمق خاک دشمن و یا حفاظت از اشخاص مهم را انجام می دهند. از جمله عملیات‌های صورت گرفته توسط این یگان دستگیری جنایتکاران سرب و عملیات در عراق، افغانستان و هایتی می باشد. شماره 9، اکو کوبرا از اتریش. پس از حملات تروریستی در جریان المپیک 1972 مونیخ، اتریش واحد اکو کوبرا را ایجاد کرد. در این دسته 450 مرد به خدمت گرفته شدند. آموزش‌های آنها شامل تیراندازی دقیق، آموزش‌های تاکتیکی تهاجمی، غواصی و چتربازی می‌باشد که تنها تعداد محدودی از داوطلبان پس از گذراندن تست‌های روحی، روانی و جسمی سخت به کوبرا وارد می‌شوند. پایان دادن به هواپیما ربایی در سال 1996 توسط تنها 4 عضو از کمانده‌های کوبرا از جمله پیروزی‌های مهم این نیرو است. شماره 8، GSG9 از آلمان. حادثه تروریستی المپیک مونیخ در سال 1972 اتفاق افتاد که طی آن چند گروگانگیر فلسطینی ورزشکاران اسرائیلی را به گروگان گرفتند. پلیس آلمان که تا آن زمان تجربه کافی برای گروگانگیری نداشت وارد عمل شد و در این حادثه تمام گروگانگیرها و گروگانها کشته شدند. این حادثه یک تجربه تلخ برای پلیس آلمان شد و بعد از آن پلیس فدرال آلمان گروه ویژه ضد تروریست موسوم به GSG9 را پایه‌ریزی کرد که امروزه به یکی از برترین نیروهای ویژه جهان تبدیل شده است. نجات جان گروگان‌ها در جریان هواپیماربایی در موگادیشو پایتخت سومالی یکی از معروف‌ترین عملیات‌های GSG9 می‌باشد. شماره 7، GIGN از فرانسه. تعداد کمی از نیروهای ضد تروریست در جهان می توانند با گروه GIGN فرانسه رقابت کنند. این گروه که زیر مجموعه ژاندارمری فرانسه است، متشکل از 200 نفر کماندوی قدرتمند و آموزش دیده است که از زمان تأسیسشان در سال 1973 تا کنون 600 نفر را نجات دادند. انتشار عکس صورت اعضای GIGN طبق قوانین فرانسه ممنوع است. یکی از مهمترین عملیات های GIGN در سال 1976 بود که طی آن 31 کودک فرانسوی در مرز جیبوتی توسط چند سومالیایی به گروگان گرفته شدند. در این عملیات تمام گروگانگیرها توسط تکتیراندازان GIGN کشته شدند. شماره 6، GTF2 از کانادا. واحد عملیات ویژه GTF2 در سال 1993 تأسیس شد و کار مشترک خود را با واحد ضد تروریسم آمریکا آغاز نمود. این گروه با اینکه سابقه بسیار کمتری از رقبای خود دارد، ولی در مدت زمان کوتاه توانسته به نتایج بسیار چشمگیر دست پیدا کند. از عملیات‌های مهم GTF2 میتوان به شکار تک تیراندازان سرب در بوسنی و نجات گروگان‌ها در عراق اشاره کرد. عملیات‌های GTF2 به صورت بسیار محرمانه طبقه بندی می‌شوند و آنها هیچ جزئیاتی را از عملیات‌های خود فاش نمی‌کنند. شماره 5، دلتا فورس از ایالات متحده آمریکا. نیروی ویژه دلتا واحد ضد تروریسم در ارتش ایالات متحده آمریکا است که زیر نظر ستاد مشترک عملیات ویژه قرار دارد.
نیروهای دلتا در سال 1977 ایجاد شد. آموزش اولیه این نیروها توسط نیروهای ویژه هوای انگلستان انجام شد و از آن پس این نیروها کار خود را به صورت مستقل آغاز کردند. وظایف محول شده به این نیرو شامل نجات گروگانها، عملیات‌های ضد تروریسم و عملیات‌های شناسایی ویژه علیه اهداف با ارزش بالا می‌شود. نیروهای دلتا از شناخته‌ترین نیروهای ویژه جهان است، چون در اکثر نقاط جهان از عراق و افغانستان گرفته تا سومالی، تایلند و ونزوئلا عملیات انجام می‌دهند. شماره 4، شایتت 13 از اسرائیل. شایتت 13 که معنی آن ناوگان کوچک 13 است، نام یکی از 3 یگان تکاوری فوق ویژه نیروی دریایی ارتش اسرائیل است که مسئولیت عملیات‌های نجات و عملیات‌های ضد تروریستی ارتش اسرائیل را بر عهده دارد. این نیرو همچنین وظیفه حملات دریایی ضربتی، عملیات‌های پنهانی و مخفی در عمق خاک دشمن را نیز دارند. یکی از قابل توجه‌ترین عملیات‌های شایتت 13 در سال 1972 صورت گرفت. در این عملیات که عملیات خشم خدا نام گرفت، آنها عاملان حادثه تروریستی المپیک مونیخ را شناسایی کرده و از بین بردند. شماره 3، اسپتسناز آلفا از روسیه. نیروی اسپتسناز روسیه که به گروه آلفا هم مشهور است، در سال 1974 و به دستور کاگبه شکل گرفت. افراد این واحد واقعا انسانهای عادی نیستند. آنها جز بیرحمترین و مخوفترین انسانهای روی زمین هستند که پس از گذراندن تمرینهای مشقتبار و کسب مهارتهای فوقالعاده جنگی وارد این گروه می شوند. سربازان آلفا نه تنها به خوبی می جنگند بلکه دارای تحصیلات عالی نیز هستند و اکثر آنها به 2 زبان خارجی مسلط می باشند. هیچ گروه تروریستی توان مقابله با اسپتسناز آلفا را ندارد، چون آنها به خوبی می دانند که رویارویی با این گروه برابر با مرگ آنهاست. زیرا در طول 35 سال فعالیت این گروه حتی یک گروگان هم آسیب ندیده و حتی یک عملیات هم ناموفق اجرا نشده است. در یکی از معروفترین عملیات های گروه آلفا، کماندوهای این گروه در سال 1979 به کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل یورش بردند و حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت را که شدیداً تحت مراقبت بود به قتل رساندند. شماره 2، نیوی سیلز از ایالات متحده آمریکا. با اینکه نیروهای دلتا فورس یکی از برترین نیروهای ویژه جهان است، ولی کماندوهای نیوی سیلز زبده‌تر، آموزش‌دیده‌تر و مهیب‌تر از آنها هستند. آنها توان بالای مبارزه در هوا، زمین، دریا و زیر دریا را دارا هستند و می توانند در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی مثل کوههای پر از برف و یا بیابان‌های خشک زنده بمانند. نیوی سیلز یا واحد ویژه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در سال 1964 تشکیل شد که همکنون زیر نظر فرمانده مشترک عملیات ویژه فعالیت می‌کند. مهمترین عملیات کماندوهای نیوی سیلز شناسایی و قتل اسامه بن لادن در ابیتاباد پاکستان بود. نیوی سیلز به نظر بسیاری از کارشناسان بهترین نیروی ویژه دنیا تلقی می شود. شماره 1، SAS از انگلستان. SAS یا سرویس ویژه نیروی هوای بریتانیا قدیمی ترین نیروی ویژه است که برای بسیاری از نیروهای ویژه به عنوان الگو محسوب می شود. نیروهای SAS در سال 1941 تشکیل شد و وظایف این گروه شامل مبارزه با تروریسم، عملیات‌های شناسایی محرمانه و مبارزه با گروگانگیری است. اکثر نیروهای ویژه قدرتمند دیگر مثل دلتا فورس و یا نیوی سیلز بر اساس واحد SAS تشکیل شدند و به همین خاطر این نیرو لقب بهترین نیروی ویژه جهان را گرفته است. یکی از مهمترین عملیات‌های SAS نجات گروگان‌ها در سفارت ایران در لندن بود که در این عملیات کماندوهای SAS به ساختمان سفارت ایران در لندن یورش بردند و 25 گروگان را نجات دادند. این عملیات با کشته شدن 5 گروگانگیر به پایان رسید. خب دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه که اطلاعاتی در مورد نیروهای ویژه ایران و افغانستان داشته باشید. پس نگاهی میکنیم به نیروهای ویژه این دو کشور. نیروی ویژه پاسدار ولایت موسوم به نوپو یکی از واحدهای زیرمجموعه یگان ویژه نیروهای انتظامی ایران است که برای راهی گروگان، خونساسازی عملیات‌های تروریستی و نیز سرکوب شورش‌های شهری آموزش دیدند. اعضای نوپو به علت داشتن یونیفرم‌های سیاه به سیاه جامگان نیز معروف شدند. این یگان فعالیت خود را از سال 1372 آغاز کرده. نیروهای نوپو نقش کلیدی در حمله به کوی دانشگاه در سال 88 و سرکوب اعتراضات مردمی در سال 98 داشت. نیروهای ویژه کماندو افغانستان که با نام قطعه خاص کماندو یاد می شوند در سال 2007 و با حمایت مستقیم نیروهای ویژه آمریکایی آغاز به کار کرد.
با اینکه این نیرو درصد بسیار کمی از اردوی ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد، ولی نقش بسیار زیادی در مقابل با هراس افکنان و سرکوب تروریست‌ها در ولایات ناامن افغانستان دارد. همانطور که می‌دانید، بیشترین گروه‌های تروریستی جهان در افغانستان فعالیت می‌کنند و کماندوهای افغانستان همیشه در معرض بیشترین خطر هستند و با وجود این همه خطرات با شجاعت با دشمن می‌جنگند. بنابراین عملیات آنها بسیار قابل قبول است. تا کنون هیچ منبع رسمی رتبه بندی نیروهای ویژه ایران و افغانستان را اعلام نکرده، ولی با نگاهی به عملکرد این دو نیرو میتوان گفت که آنها جز بهترین ها در منطقه هستند. با سپاس از تماشای این ویدیو، خدا نگهدار.